بسم الله الرحمن الرحیم. معصومین عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که از سلامتی کامل برخوردار باشید. به علت مصیبت پیش آمده جهانی که همان ویروس کرونا هست و این یک چالش جهانی است و جهان را چالش کشیده و همه را به خانه هایشان قرنطین کرده و ما هم جزء از این اجتماع مجبورن در خانه ها بمانیم، پوهنتون جامعی بر آن شد تا یک سیستم منظم را جهت تدریس آنلاین برای محصلین خیش را اندازی کنه و از آنجایی که ختم این بلا و مصیبت که دامنگیر جهان شده معلوم نیست و احتمالاً که زمان زیادتر احتوا بکنه، ما نمیتوانیم منتظر بمانیم و میدانیم که وقت هم طلا هست، باید در هر لحظه از زمان تحت هر نوع شرایط استفاده مثبت برنامه‌این و برداشته های علمی، دنیوی و اخروی قیش باید بیفزه. خداوند همه ما و شما را از این مصیبت پیش آمده حفظ نماید و از این امتحان قیش ما را کامیاب و سرفراز نماید. ضمن استدعای دعا از همه تان آرزومندم که همیشه خوش و صحتمند باشید. خواهش و تقاضای من از شما به حیث مسئول پانزه زراعت این است تا در تمام ایام درست خیش را با استفاده از یوزر و پسورد مربوطه خود تعقیب کنید و بر داشته های علمی خیش کماف سابق بیافزایید. مضامینی که شما در سمستر هفتم میخوانین مضمونی به نام، البته مضمونی نه مربوط به مونوگراف شماست که در سمستر هفتم شما عنوان مونوگراف خود را انتخاب میکنین، استاد راهنمای خود را انتخاب میکنین، بعد با مشوره و با هماهنگی با استاد مونوگراف موضوع مونوگراف خود را تعیین نموده و در سمستر اول پروپوزال را تهیه میکنین و پروپوزال خود را دفاع میکنین. این در سمستر هشتم باز مونوگراف خود تحت نظر استاد راهنما تکمیل میکنین، ارائه فاینال و همچنین تهیه خود مونوگراف چاپ از او، تسلیم دهی از او به ریاست پانزده زراعت. مضمون دیگر مضمون مبادی یا بیاری هست، مضمون قلجات هست، مضمون طرح تجارب علمی هست، نباتات صنعتی هست، حاصل خیزی خاک و تغذیه نبات هست، امراض نباتات مزرعی و صحافت اسلامی هست. و اساتید شما در این سمستر مونوگراف ها برای هر یک از محصلین یک استاز راهنما تعیین میشه که به انتخاب خود محصلین هست. بعد مضامین بعدی شما مربوطه اساتید عبدالستار فاضلی، غلام حضرت قاسمی، رامین نظریان، عبدالواحد کوهستانی، میثم سرفرازی، وزیر احمد دوست معاملی و گلاب الدین عظیمی هست. شما در این سمستر 18 کردید درس دارید و به اضافه 4 کردیت مونوگراف که مربوط به 2 سمستر میشه و خواهش من از شما به تاکید است که درس های خیش را روزانه تعقیب نمایید و بر داشته های علمی خیش بیفزایید. مضمون قلجات یا سیریال کراب یکی از جمله مضامین تخصصی شما در این سمستره که تدریس از این مربوط به ما هست. اسمم غلام حضرت قاسمی. این مضمون رو در سمستر هفتم میخوانیم. تعداد کردیت از این مضمون 3 کردیته. کد مضمون به اساس مفردات درسی وزارت تحصیلات علی 25 AG 02752 اهداف آموزشی از این مضمون آشنایی با قلات که شما با قلات، گروه قلات و در مجموع قلاجات مثل گندم، جو، جواری، برنج، یولاف، سارگم، ارزان و غیره معرفت حاصل میکنیم. روش تدریس از این مضمون نظری و صاحبی است که روش نظری همراه با شما از این طریق پیش میبرین و منابع کتبی که شما بیشتر میتونین بخوانین کتب قلات،
در کتابخانه پانتون هم موجوده که میتونین کتاب رو بگیرین بخونین یا هم از انترنت سرچ بکنین. معلومات به ارتباط قلات یا مشخصا به ارتباط کتابهایی که مربوط به گروه قلات هست بلاس آورده و مطالعه بکنین. تاریخ تدریس از سمستر در سمستر اول بهاری 1399 که سمستر هفتم شماست میخونین. روش و میتود تدریس از این مضمون ارزیابی دروس گذشته به صورت مختصره که دروس گذشته در صورتی که ما در صنف حضوری داشته باشیم ارزیابی درس گذشته ما می داشته باشیم. ارائه لکچر نوتی که قبلا تهیه شده به دسترس شما قرار داده میشه و این لکچر نوت هارد کپی و سافت کپی و سلاید ها از این تهیه میشه و به دسترس شما قرار داده میشه. هارد کپی از این هم میشه که از انتشارات وامق بگیرین و در صورتی که هارد کپی لکچر نوت داشته باشیم حتما به دسترس شما قرار داده میشه قرار میدم. قسمت های از نکات مهم و برجسته خود لکچر نوت کوتاه ساخته و در قالب سلاید تهیه میکنم و خدمت شما ارائه میکنم. برای پاسخ به سوالات شماست در صورتی که کدام سوالی به پیش شما ایجاد میشه از طرق مختلف میشه از طریق تلگرام از طریق تماس و پیام از من تقاضای جواب بنوین حتما به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. تعیین رفرنس های علمی بریم محصلین در صورت ضرورت محصلین که میخواهند به داشته خیش بیشتر بیافزایند و به بیشتر پیدا بکنند میشه کتب قلاتر مطالعه بکنند و هم میشه رفرنس های در قالب اکسلاید برای شما معرفی کنند. ایجاد شرایط مناسب کار عملی در مزرعه است بعد از رفع از این مشکل حتما ما در بازدید های به فرم تحقیقات زراعتی رو دخون خواهیم داشت و کارهای عملی مربوطه از این مضمون در از این ساحه به طور عملی خواهیم دید. پیش نیازهای از این مضمون تکمیل کورس قلات به طی لکچر نوت با معیارهای تحصیلات عالی طبق کریکولم قبل از شروع تدریس و قرار دادن در آن در دسترس محصلینه که لکچر نوت تهیه شده خود سلایت ها پیوسته آماده میشه و خدمت شما گذاشته میشه و مضامین پیش نیازی که شما به این مضمون نیاز دارین که در سمسترهای گذشته خواندین بوتانیر خواندین شما نباتات مزرعی خواندین فیزیولوژی نباتی خواندین بعضی از مضامینی که پیش نیاز به مضمون باشه در سمسترهای گذشته شما مضامین رو گرفتین خواندین. شرح کورس آشنایی محصلین با زراعت عمومی که نیست آشنایی محصلین با قلات افزایش سطح دانش علمی و عملی ارزیابی روزمره در صورتی که صنف های حضوری می داشتیم حتما ما حضور در صنف پای نقره کورس صنفی پای نقره بر جای صنفی ده نقره ولی تحت این شرایط احتمالا که ما امتحان های 20% نداشته باشیم و تنها یک امتحان فاینال داشته باشیم و پروژه های صنفی میشه که اول شما شریک ساخته باشه و پروژه نمره در پروژه های صنفی در نظر بگیریم. موضوع بعدی امتحان صنفی یا امتحان 20% که احتمالاً لغو باشه به این سمستر ما امتحان 20% نداشته باشیم در صورتی که اگر امتحان 20% باشه بعد از 8 هفته تدریس گرفته میشه در حدود 20 نمره داره ولی ما به این سمستر تنها امتحان نهایی می داشته باشیم که تاریخ از 16 هفته بعد از شروع سمستر و این 60 نمره و یا ما به این سمستر 80 نمره در امتحان فاینال در نظر میگیریم و 20 نمره دیگر به پروژه و فعالیت صنفی و کار ساحوی اختصاص بود. چگونگی امتحان شما در سمسترهای گذشته دیر کردیم امتحان تحریری و امتحان عملی داره مثلا اینکه
کارهای لابراتوری داره، حتما امتحان عملی نیست داره، ولی این از ما تنها امتحان تحلیلی داره. چگونگی طرح سوالات، حتما سوالات تشریحی، چهار جوابه، جواب کوتاه، تعریف ها و اصطلاحات شما در امتحان از این مضمون خواهیم داشت و منابعی که شما در این مضمون است بعد داشته باشیم بخوانیم و برداشتهای خویش بیافزاییم. مضامین مربوط به غلات است. وقتی کتاب غلات را شما به دست میاریم، تمام موضوعات از عمومیات غلات گرفته، بعد اختصاصی روی هر نواد گندم، روی جو، روی برنج، روی جوهی، روی سردم، روی ارزم ها بس میکنم. رویش از این تدریس به شکل لکچر است. رویشی که فعلا ما در نظر داریم تدریس ثبت میشه از روی سلایت ها، سلایت ها از روی چپتر تهیه میشه، روی چپتر و سلایت و سلایت به دست شما قرار داده میشه و روزانه شما تعقیب میکنم. پرسش و پاسخ و بحث ها شما اگر نیاز به سوال باشه، سوال طرحه باشه، میشه که از طریقه های مختلف بحثاتی پیش تماس بگیرین و جویوی جواب خوش بشین، یا از طریق تلگرام شما بیاین پیام بگذارین یا تماس بگیرین یا پیام روان کنین. کوزهای سینفی، پروژهای سینفی در صورت که ما سینفای حضوری میداشته باشین. وجایی با استاز، اساتید، وجایی با مکلفیت خواهی دارن که باید با آن رسیدگی کنن. از آن جمله لکچر نوتر با مطابق با معیارات و مفردات درسی وزارت تحصیلات عالی باید تهیه بکنم که قبلا تهیه شده از مضمون اخلاقیات شما و به خدمت شما ارائه میکنم. نظارت و بررسی فعالیت های صنفی کارهای خانگی محصلینه که باید تعقیب بکنم و همچنین مکلفیت های خود محصلینه که باید آن را مراعات بکنم. حضور فعال در صنف داشته باشن در صورت حضوری داشته باشه و در این شرایط باید روزانه شما درست خیش را تعقیب بکنین از طریق آنلاین، شرکت در مباحث و مناقشات علمی در صنف، تهیه کارهای خانگی و ارائه کنفرانس ها در صورتی که فعالیت های صنفی و کنفرانس های برای محصلین به شکل گروهی و انفرادی داده میشه، محصلین باید با آن رسیدگی کنن و آن را جمع بندی کنن. امکانات و چگونگی استفاده از آن شما در پانتون جامعه کتابخانه نسبتاً خوبی دارین. کتابان نسبتاً غنی هست، یک قسمت مربوط به کتاب ها مربوط به پانزه زراعت هست. شما میشه سر بزنین و از این کتاب ها دیدن کنین و کتاب ها رو بگیرین. کتاب هایی که مربوط به مضامین مختلف شما میشه بگیرین، معمولا نزد شما باشه یک هفته یا هفته هم مقدار زمانی که اونها طبق قانون اجازه دارن مطالعه بکنین و بعد داشتای خود بیافزایین. لکچر نوت به صورت هارد کپی و سافت کپی موجوده، هر دو موجوده، به دست شما قرار داده میشه و معلومات بیشتر هم میشه که شما از اینترنت به دست بیارین. یک رویش مطمئن و رویش ساده هست که شما میتونین به ارتباط مضامین مختلف خیش معلومات کسب کنین. مفردات درسی از این مضمون هست. هر مضمون استاز مکلفیت هست، جمعه مکلفیت های استازه که مفردات درسی مضمون خیش را در شروع سمستر به محصلین ارائه داره. ما به این مضمون مفردات درسی از این طبق مفردات درسی تعیین شده وزارت تحصیلات عالی تعیین شده. در فصل اول ما عمومیات از قلاجات میخوانیم، تاریخچه قلاجات، قلاجات از نظر شرایط آب و هوا، چیش شرایط قلاجات ما میتونیم کش بخوریم در مناطق خوش، در مناطق مرتوب، در مناطق نیمه مرتوب، وضعیت تولید و تأمین غذا در جهان، منابع رشد تولید، چی منابع بر رشد تولید مؤثره. در فصل دوم گندم رو میخوانیم، تاریخچه گندم رو میخوانیم، از کجا آغاز شده، چی گونه شناسایی شده، تولید و مصرف رو میخوانیم، چی مقدار در جهان ما تولید داریم از گندم و چی مقدار مصرف و تقاضاست، ارزش چی مقدار هست و تقاضا چی مقدار است. در کل ارزش و اهمیت غذایی خود گندم رو میخوانیم که از لحاظ غذایی چقدر ارزش و اهمیت داره، عوامل مؤثر در ارزش نانوایی که یک فکتور خیلی مهم در نان گندم، یعنی ارزش نانوایی گندم است. اکثر خانواده ها از
پین بودن کیفیت معمولی گندم شدی هست و وی مربوط به چی فکتورها و چی عواملی هست و چیگونه میشه کنترل کرد و ارزش نانوایی گندم افزایش داد. عوامل مؤثر بر مصرف خود گندم در غلات چه عوامل مؤثره؟ در صورتی که اگر نفوس رشد بکنه یکی از جمله عوامل می باشه، اقتصاد جامعه اگر رشد بکنه همچنین تقاضا. کاشت گندم چی روش های کاشت میشه و عادت رشد خود گندم، عادت رشد از لحاظ فیزیکی چیگونه می باشه؟ مورفولوژی گندم که شما ساختار ریشه و ساق و برگ و خود اسپایک یا خوشه گندم می خوانیم، طبقه بندی گندم هاست. گندم ها هم انواع خیلی زیاد داره. از لحاظ کروموزومی شما می بینیم گندم ها به طبقات مختلف تقسیم شده. از لحاظ رنگ می بینیم رنگ بوته یا رنگ دانه، و از لحاظ سایز دانه می بینیم تغییرات خیلی تفاوت های خیلی زیاد داره. این طبقه بندی به طور مفصل میخوانیم. اثر دانه در رشد، اثر خود داسه در رشد دانه، خود داسه چی اثری در رشد دانه رو در مقدار عمل کرد داره. اگر خوشه گندم دانه دار هست و اگر خوشه گندم بیدانه هست، اثر دانه چی تأثیری در رشد دانه داره. وقتی که دانه وزن دانه کاهش یا افزایش پیدا میکنه، مستقیما سر عمل کرد تاثیر داره. بعد آبیاری میخونیم چی زمانهای ایمرجنسی یا زمانهای نیاز مبرم آبیاری برای غلات به خصوص گندم است. تاثیر اقلیم بالای رشد گندم چی، اقلیم برای کاشت گندم مؤثر، اقلیم مناسب چی نوع اقلیمی است، چی وریتی ها در گندم موجود است تا فعلا به دست آمده ریلیس شده از تحقیقات بیرون آمده و دسترس دیاقین قرار داده. کودر میخوانیم چی مقدارهای کود، چی نوع کود روی چی نوع وریتی گندم باید در چی زمانهای استفاده بشه. تراو تاثیرات تراو بالای رشد گندم بررسی میکنیم. آفات گندم رو میخوانیم چی نوع آفات داره، امراض گندم و گیان حفظه. بعد در فصل سوم نبات بعدی میخوانیم جو، که تمام عناوینی که ما در گندم ذکر کردیم روی جو هم خوانده میشه. بعد به فصل چهارم برنج میخوانیم. برنج هم یکی از جمله غلات استراتژیک است که مصرف ازی کمتر از گندم نیست. و بعد در فصل پنجم جواریر میخوانیم و در فصل ششم سارگمه میخوانیم. فصل هفتم ارزن هار میخوانیم یا میرید. در فصل هشتم هم یورافر میخوانیم. این بود جلسه اول تدریس امروزی ما که یک معلومات مفصلی به ارتباط مضمون غلات خدمت شما ارائه کردم و آرزومندم که مضامین و دروس خیش را روزانه تعقیب بکنیم تا دروس شما داشته نشه و بتونیم درست آن را حفظ بکنیم. تشکر از شما، امیدوارم که صحت و سلامت و کامیاب و موفق باشید.